یه بار تو زندگیت قاطع تصمیم بگیر. صبح میگی آره، شب میگی نه، شب میگی آره، صبح میگی نه. تو میدونی من چقدر منتظر این روزا بودم. خرابش نکن دیگه. میترسم کامران، دست خودم نیست. آخه به خاطر یه ترس مسخره که نباید بزنی زیر همه چی. چی کار کنم؟ ترسوام، من جرأتشو ندارم. لیلا جان از چی میترسی؟ ها؟ من خودم کامل حواسم به همه چی هست، نمیذارم اتفاق بعدی بیفته. من کلی پرسجو کردم، بررسی کردم، بهترین جا رو پیدا کردم. به فکر من و تو نیستن اینا که. من به اندازه کل دنیا به فکرتم. بس نیست؟ فقط کافیه باور کنی. حالا هم پاشو بریم، کلی کار داریم، دیر میشه. پاشو، پاشو بریم. پاشو. بعدم میای جمع میکنی. پاشو دیگه، هنوز نشستی؟ پاشو دیگه، دیر شد. پاشو بریم، کیفتم برداشتم. فینیو ندیدی؟ فینیو الان میخواد چی کار تو این اوضاع؟ خواستم ببینم کجاست. بیا بریم دیگه، دو ساعته دارم هی میگم بریم بریم. صد بار میگم بریم آقا، دیره، کار داریم. ببین فینی، باید جدی با هم دیگه صحبت کنیم. دیدی مامان چقدر ناراحت بود؟ همه اینا به خاطر من. این چند وقته که مامان بابا دیگه من دوست ندارم. ولی تا ناراحت نباش، ما امروز بعد یه جور خوشحالشون کنیم. تو تولد دوست داری؟ من خودم خیلی تولد دوست دارم. مامانم هم تولد دوست داره. خودشون بار وقت تو مهد کودک برامون تولد گرفته بودن، میگفت که کاش که منم اونجا بودم. میدونم فینی، امروز تولد مامان نیست، ولی ما باید یه جور خوشحالشون کنیم. باید جشن میگیم، یه کاری کنیم که دوستم داشته باشن، وگرنه اصلا فکر میکنیم امروز تولد منه. یه کیک درست میکنیم، روش هم مینویسیم هستی، تولدت مبارک.
بگو. تو بگو. نه تو بگو، من این چند وقت زیاد حرف زدم، تو اول بگو. من میگم این همه آدم دارن از ایران میرن. خب خیلی هم دست بچهای قدانیم قدشون رو میگیرن میرن. چرا ما نباید مثل اونا باشیم؟ برای اینکه وضعیت ما فرق میکنه. مشکل ما الان فقط رفتن نیست. چه فرقی؟ اینکه الان تو فقط به فکر پذیرشتی. تو چی؟ مگه تو نمیخوای رو پایان نامت کار کنی به یه جایی برسونیش؟ چه ربطی داره این موضوع به پایان نامه من؟ ولش کن کامران، بحثمون تکراریه. من نمیدونم چرا متوجه نمیشی، ما الان آمادگیشو نداریم. ما یا تو؟ چون میخوای همه تمرکزتو بذاری برای پذیرش. تو آمادگیشو داری؟ نه واقعا داری؟ اگه داری چرا تا الان به مامانتون چیزی نگفتی؟ نگفتم، برای اینکه شوکه بودم اولش، نمیدونستم میخوام چیکار کنم. ولی الان خوشحالم. خوشحالم تو قراره بابا بشی. آره خوشحالی، قراره آرزوامون خراب بشه. کی من این حرفو زدم؟ تو چی میخواستی بگی؟ آخر این هفته باید بریم تست بهداشت و سلامت سفارت. اگه اونجا مشخص بشه که تو بار داری، همه چی خراب میشه. آره خراب میشه. امروز باید همه چی تموم بشه. تموم شد و رفت. برنامه ریزی کنیم. مامان همیشه برنامه ریزی میکنه. اول خونه رو مرتب میکنم، بعدش همون لباس خوشگلا رو میپوشم که توش مثل فرشته ها میشم، بعدش هم کیک خوشمزه درست میکنم. تو نباید به وسایل کیک دست بزنی، یا آشپزی خطرناکه. صفو ببین، ببین راحتی به کسی اقامت نمیدن. زندگیمون داره زیر و رو میشه. بعد تو بعد از تو این مهمترین اتفاق زندگی منه. خوب شد بعد از تو رو گفتی. تو میدونی من چقدر به خاطرش زحمت کشیدم. خودتو به خاطر درس دانشگاه سالها تلاش کردی. حالا من راحت بدون صف میتونم برم تو. باشه برو مدارک تو تحویل بده، زود تحویل میشه. لیلا میشینیم کلی برنامه ریزی میکنیم، بریم اونور. اولش ممکنه یه خورده تحت فشار باشی، ولی بهت قول میدم کم کم همه چی درست میشه. خودشون هیچی رو مرتب نمی کنن. تو می دونی جای اینا کجاست؟ من نمی دونم. مامان و بابا همش با اینا درس می کنن. الان به خاطر همین نمی خواهیم اون بر دیگه. اون بر؟ من نمی دونم اون بر کجاست، ولی بابا می خواد بره اونجا. پس بالاخره کار خودشو کرد. آره کلی باش حرف زدم، ولی فکر کردم تنها کسی که تو این شرایط میتونه آرومم کنه توی. دوست داشتم با حرف بزنم. الان من چی میتونم بگم؟ خیلی دلشوره دارم، خیالم راحت کن. اونقدی که تو کامران رو دوست داری، اونم دوستت داره؟ منو معلومه داره، این بچه رو نه. بچه هم بخشی از وجود شماست. چرا هی جداش میکنی؟ وقتی برای اون بچه خطر داره، یعنی برای تو هم خطر داره. اگه 15 روز پیش بود حسابش فرق میکرد لیلا. اون بچه الان جون داره. من تصمیممو گرفتم نسرین. اون تصمیمشو گرفته. اون که داری میگی شوهرمه، نزدیکترین آدم به هم. میگی چی کار کنم؟ میدونی الان چند
چند تا زن تو این دنیا هستن که حسرت میخورن برای این لحظه تو؟ وای نسرین، من به اندازه کافی داغون رو به هم ریخته هستم. زنگ نزدم اینا رو ازت بشنوم. زنگ زدم باهم حرف بزنی آرومم کنی. من متخصص زنان و زایمان هم نمتخصص اینجور کارا. هی هر سری حرفای تکراری. باشه باشه، ببین من بعدم به زنگ میزنم. خدافظ لیلا جانم. تو هم کیفتو بگرد. مرداره که تو عزیزم، تو کیف من چی کار میکنی؟ خیلی یعنی چی که نیست، این همه را کوبیدی اومدی من 4 تا کاغذ رو تحویل بدیم، بعد نیست. من از این کاغذ بدم میاد، خودم میتونم که اینا مهمه، ولی دوستشون ندارم. اولش خیلی هم مرتب شد مامون بهم کلی افتخار. شاید تو خونه جا گذاشتی. مگه میشه من چیزی رو جا بذارم؟ فردا دوباره باید بیایم اینا رو تحویل بدیم بریم. بیای خودت. دیلا دوباره داری عقب میکشی یا؟ کامران ببین، من یه حسی دارم، یعنی اصلا یه حالیم، انگار ته وجودم خوشحالم از این اتفاقی که داره میفته. انگار یه چیزی داره تو وجودم. نکنه خودت ورش داشتی؟ تو خونه رو میز جا گذاشتی، دنبال فینی میگشتم دیدمشون. من فقط به چیزی نگفتم. ببین یه اتفاقا یه بار تو زندگی آدم میفته، شانس یه بار در خونه آدم رو میزنه. داری یه طرفه میری بازم. کاش تو هم قبول میکردی به نفع جفتمونه. نوشته سالن زیبایی؟ آره سالن زیبایی هم داره، برای کار هستیش یه چیز دیگه است. طرف قبلا ماما بوده، خیلی تعریفشو شنیدم. تعریفشو از کی شنیدی؟ مگه مهم از کی شنیدم؟ معلومه که مهمه، نسرین گفت نباید هر جایی برام خطرناک. یعنی چی میگی الان؟ مگه مسئله ما نسرینه؟ این توده داره روز به روز بزرگتر میشه، هرچی هم بزرگتر بشه کار ما سخت‌تر میشه. تو به این میگی توده؟ تو خودت داری میگی این الان مسئله ما رو اسمشه؟ همیشه تو تصمیم گیری ضعف داشتم، همیشه از این ضعف من استفاده کردی که حرفای خودتو به کرسی بنشونی. کامران جان، اینی که تو بهش میگی توده، هر روز داره تو وجود من رشد میکنه، منم که حسش میکنم. منطق داشته باش لیلا جان. تو فکر میکنی من دوستش ندارم؟ فکر میکنی من دوست ندارم توی بغل من شیرین زبونی کنه؟ فکر میکنی من سنگ دلم؟ این بچه پاشه تو دنیا بذاره 1000 تا مسئولیت برای ما داره. من دلم نمیخواد این بچه‌ای که تو وجودتو داری حس میکنی با 1000 تا کمبود زندگی کنه، به خاطر اینکه ما هر کدوم سر کار و زندگی خودمونیم. مثل پدر و مادر من که منو ولم کردن رفتن دنبال زندگی خودشون. اون فرق داره. تا درد همه، تو نمیخوای این دردو بفهمی. دردو تو به رخ من میکشی. فینی بیا اینجا رو تمیز کنیم. چقدر کثیف شده. هم میرم ببینم چه خبر تو بعدش بیا. Thank you.
میتونی جارو رو برام بیاری؟ نسرین بردار. لیلا کجایی؟ کجایی لیلا؟ 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 حالتون خوبه؟ بله. مطمئنید؟ بله ممنونم. چیز دیگه ای نیاز ندارید براتون بیارم؟ نه ممنون. الو کجایی لیلا؟ چرا جواب نمیدی؟ برو خونه، من میام خودم. شورشو در آوردی یعنی چی؟ برو خونه، من الان خونم. کجایی تو؟ نگران نباش، جایی نیستم. لیلا جان لطفاً بگو کجایی، میخوام بیام پیشت. همه چی شده؟ شب که برمیگرده همه چی رو درست کردیم. اگه مامان توی ببینتم توی جشن تولد هم باید خوشگل باشه. باید خوشگل بشیم فینی. فینی تو لباس فرشته ایمو ندیدی؟ همون که تو جشن تولد ما هم پوشیده بودم. لیلا وایسا داریم حرف میزنیم، خب مگه عجله داری؟ وایسا درست حرفمونه بزنی. مگه اولا قرار نذاشتیم که هیچ کدوممون تنهایی تصمیم نگیره؟ چرا؟ ولی الان گناه من چیه؟ جرم من چیه که نمیتونم؟ لااقل تو این موقعیت نمیتونم. جرم من چیه که نمیخوام بین تو و بچه‌م یکی انتخاب کنم؟ خب من که همش به خواسته تو احترام میذارم، من یه کار غیر از این کردم. من احترام گذاشتم ولی من... ولی چی؟
الان برات میارم. من نباید بخواستم برسم؟ باید برسم یا نه؟ اصلا به من فکر میکنی؟ نگران نباش، نمیافتم. آره، همیشه فکر کردم. الان بهترین شرایط و موقعیت برامون ایجاد شده. فکراتو بکن. اگر میدونی نمیشه، منم راهی جز جدایی ندارم. اگه بیافتم، پرواز میکنم. باشه اگه تو اینجوری میخوای جدا شی. اگه تنها راه حلت واسه این ازدواج اینه جدا شی، واسه برای من مهم نیست. چه چیزی داری میکنی؟ مگه همینو نمیخواستی؟ مگه نمیخواستی از بین بره؟ خیلی خوب، باشه باشه، آروم باش، آروم باش، بریم تو ماشین میشینیم حرف میزنیم. خیلی ممنون آقا، بفرمایید. بفرمایید. چرا این کارا رو میکنی؟ خیلی خوب دیگه. هیچ فرقی نمیکنه. برم نمیخوام. وقتی تو نمیخوایش منم. باش باش. اگه نمیگی نمیخوامش. چرا برای چی این کارا رو میکنی؟ آقا برای چی این کارا رو میکنی وقتی میگی نمیخوامش؟ چون میخوام بفهمی دوست دارم. خیلی خوب، آروم باش. بریم پیش همون که صبح رفت بود. درست بشه. خوشگل شدم، مگه نه؟ نه، بر تو نمیشه، تو هنوز کوچولی، نباید به این چیزا دست بزنی. به نظر تو تولد من برای مامان بابا مهمه؟ نه، اصلا برایشون مهم نیست، اون فقط فکر کاره خودشونه. خانم هم تلفن رو جواب نمیده. بیلا بس کن تو رو خدا، خسته شدم، خودت هم خسته شدی، آب شدی تو اینجا. اومد. سلام. سلام. من اصلا اینجوری کار نمی کنم، رو حساب آشناتونی که معرفیتون کرده. زورم تلافم کردی، یه نوبتم پرید. من معذرت میخوام، خانم من یه مقدار وحشت داره هنوز. خانم من از شما مشاوره میخوام. من میترسم، میگم خانم شما که مطمئن نیستین چرا میری سراغ من؟ مگه من بیکارم؟ نه نه، من فقط میخواستم ازتون خواهش کنم که با خانم من صحبت کنی. آخه من بیکارم با خانمتون صحبت کنم؟ آخه خودش راضیه. خانم شما راضی هستین؟ بریم بالا. نه خب میخواستم بدونم که شما خودتون خب راضی نیستین دیگه. هر موقع با هم هماهنگ شدین حرفتون یکی شد، بیاین سراغ من. خانم خدا. خانم میبینی چی کار میکنی؟ اصلا یه کار دیگه میکنی.
هیچی نگفتی، همه چی تموم شد، همه تموم میکنه. کی معرفی کرده؟ یکی از آشنا. یکی از آشناها یعنی کی؟ من که همینجوری به کسی دارو نمیدم. باور کنید برای خودمون میخوایم، خانومم تو ماشینه، منم یه خود عجله دارم. پولت حاضره؟ بله، کارت، کارت خان دارین؟ شماره کارت میدم بزنی به کارت، حله؟ بله عالیه. ببین اینو فقط به خودت میگم، این دارو کارتو را میندازه. ولی بهت گفتن دیگه. چی باید میگفتن؟ شماره کارت. من 6 ماه یه بار جامو عوض میکنم، یعنی 6 ماه دیگه بیای اینجا من اینجا نیستم. حالا چرا 6 ماه؟ چون معمولا 9 ماهی طول میکشه گند بخوره به همه چی. فرمین واریز شد. برای چی اینا رو به من میگی؟ اینا رو دارم میگم که بعدا نخوای دنبالم بگردی. یعنی اولش همه چی رو بهت گفتم. جنگ اول به از طول آخره. من قرار نیست دنبال شما بگردم. خداحافظ. ملتفت شدی؟ این دارو ممکنه برای زنت ضرر داشته باشه. یعنی هیچ وقتی که بچه دار نشه. حله؟ لیلا زگه بشیم و طرف دارم. بیا مطمئن باش درست‌ترین تصمیم رو گرفتیم. تو این شهرتون بچه هم اذیت میشد. اذیت نمیشم. میدونم خیلی سخته برات، ولی تو هم میدونی که من خیلی دوستت دارم. آخه میخوام بدونم تو هم منو دوست داری، حال منو میفهمی؟ میدونم این دست خودم نیست، نمیتونم به این بچه فکر نکنم. کدوم بچه؟ آخه هنوز که بچه‌ای وجود نداره. اصلا بیا یه کاری بکنیم. اگه تو نگفته که ما هیچ کدوم حق نداریم تنهایی تصمیم بگیریم، مثل هرچی که تو بگی. اگه همین الان بگی نه، همه چی تموم میشه، منم دیگه هیچی نمیگم. من که حق ندارم تو رو مجبور کنم این کارو بکنی وقتی خودت نمیخوای. باشه بگو لیلا. لیلا لیلا یه چیزی بگو دیگه. پس خودت هم راضی؟ خب با خسته خوردن که چیزی درست نمیشه.
فردا نمیخواد بری دانشگاه، به فرزانه بگو بیاد پیشت، حواسش بهت باشه. نمیخوام کسی چیزی بدونه. هم تنها باشم. شب بخیر لیلا. فردا یادت نره سر ساعت قرص تو بخوری. میدونم خودم. کیک درست کنم که این چیزها یادش بره، ولی مگه یادش میره چیکار کنم دیگه؟ خوشحال نشدی؟ یعنی دوستم نداری؟ با خدا نمیخواستم همه چیو به هم بریزم، خودش شد. مبارزت نمیذارم از درس رقم بمونه، قول میدم خودم کمکت میکنم، اصلا به بابا هم کمک میکنم، قول میدم این دفعه خرابکاری نکنم. همه چی درست میشه، بریم اونور یکم بگذره همه چی درست میشه. مگه نفهمی؟ چه خوبی برات باشم مامان، خواهش میکنم منو به دنیا بیار. من میدونم قلبت چقدر مهربونه مامان، منو به دنیا بیار. و قول میدم دختر خوبی برات باشم مامان. نه خورد مامان، اگه بخوری من هیچ وقت چشی تولد ندارم، هیچ وقت به دنیا نمیام، هیچ وقت نمیتونم کیک ببزم، هیچ وقت نمیتونم مفید بازی کنم. سلام و ده مفتیکه بی ملاحظه بیمار روانی 1315 تاریخ تولدمه. شاید بعضی ها خجالت بکشن، حرمت بزرگتر رو داشته باشه. کسی رو ندارید ازتون نگهداری کنه؟ کسی رو ندارم، تنها. جلوی نورگیر خونه ای من ماشین پارک میکنی؟ آره بگیر بخواه، بذار من بخواه. آخرامی عجب گرفتاری شدیم. آه با تست دی ان ای و سوه پیشینه میکشونم. حالا ببین سوه پیشینه؟ سوه پیشینه یا هر مشکل غذایی خاصی. سوه پیشینه میشه برام؟ معلومه که سوه پیشینه میشه. شانس آوردیم که گاو پر نداره. نفسم میگیره، دلم به یه مو بنده،